Bismillahirrahmanirrahim. Ve Ramı Kalanı Bakşayında ve Mehriban. Ümit ki sıhhat afiyeti kamil daşta başım. Ve deyiz ümit dersi güzeşti. Xod mücazi sınıf nuhum az. Bakşı masalasat. Ke şumu mitin video hayma rastiye. Ke YouTube çayına le pantun. Dumbal kınik. Tamam video hayma da bu kısmet upload çedek. Şabın mazamine. Son isi ima kattev. Hame bakşayış meşe. Xob. Ke fasli çağıran bakşı masalasat az. Kısmet avalandası bud. Bu ağam kor kedeyim alı. Bakşı masalasat az. خب در ادامه درس گذشته خود رابطه میل خط مستقیم و تانجانت زاویه میل آن، یعنی تانجانت یک زاویه با میل خط مستقیم، یک خط مستقیم داریم با او چی رابطه داره او را کار میکنیم. یعنی یک خط مستقیم داریم، یک خط مستقیم ما هم میگفتیم میل از چی است نسبت به محور کمیات وضعیه، میگفتیم نسبت به محور x هر قدر زاویش نسبت به مثبت محور x به هر اندازه‌ای که سره میگفتیم چی است میلش است. خب حال من رابطه ای با چی؟ با تانجانت یک زاویه در چی است؟ رابطه ای با تانجانت یک زاویه در چی است؟ ما مایلش بگیم که مایلش چی رابطه داره؟ خب تحت یک مثال سری کار میکنیم و یک خط مستقیم در در نظر میگیریم. فرض مثال ما محور کمیت وضعیه داریم. محور ما کمیت وضعیه در کتاب به این شکل مشاره کار نشتم متوجه باشیم و باتون کار میکنم تا خوبتر بفهمیم. خب ما یک خط مستقیم داریم. فرض مثال نقطه صفری شروع شده به شکل رفته تا یک نقطه دیگه تا یک نقطه دیگه. من یک مثال از قایم منزوی در نظر میگیرم. این یک خط پایین کش میکنم که این نقطه x2 میشه، این نقطه x1 شه، این نقطه y1 شما است، این نقطه y2 میشه. ما زمانی که ایره در نظر بگیریم. خب ما مایل گفتیم چی است؟ مایل گفتیم مایل ما منفی میشه بعد y2 منفی y1 بعد x2 منفی x1. این گفتیم مایل است. خب از یه تابعه چی است؟ x2 منفی x1 میم x2 منفی x1 و از یه تابعه چی است؟ y2 منفی y1. از یه تابعه اینجرا y2 منفی y1 است و از یه قسمت و یه قسمت x2 منفی x1 است. ما بخواییم تانجانت رو تعریف کنیم. تانجانت با این زاویه میخواییم چی تعریف کنیم؟ تانجانت یک زاویه رو تعریف کنیم. میم تانجانتش مثلا میشه بعد تانجانت همین زاویه اگر بگویم الفا است این تانجانت زاویه الفا مساوی میشه با مساوی میشه با زل مقابلش. زل مقابلش چی است؟ y2 منفی y1. y2 منفی y1 بر زل مجاورش. زل مجاورش چی است؟ x2 منفی x1. x2 منفی x1 یعنی دقیقا اینجا که میاد نظر میگیریم مایل با تانجانت یک زاویه یک چیز است. یعنی اب مایل در حقیقت خودش چی است؟ تانجانت است. تانجانت یک زاویه است. خب باز خود از می رابطه که داریم از این رابطه و از این رابطه و معادلات خط مستقیم معادلات شکل استاندارد خط مستقیم که داریم ما چی رو پیدا میکنیم؟ مایل خط مستقیم رو پیدا میکنیم یا معادله خط مستقیم هر کدام از یورا پیدا میکنیم. خب مثال کار میکنیم همین شکلش شکل عمومی میشه است. و دیگه چی رقم میباشن؟ وای مساوی است به ام اکس مثبت اچ. ام مدقیقه چی نشان میده؟ تانجانت نشان میده یا مایل نشان میده. هر دوی از اینا یکی است. خب مثال در نظر میگیریم افتاد خط مستقیم که محور وای را در نقطه 4 قطع میکنه. افتاد خط مستقیم در نظر میگیریم که محور وای را در نقطه 4 قطع میکنه. باز در سوی قبل میفهمیم وقتی بگیم که یک نقطه را با ما بتوا بگویم محور را در این نقطه قطع میکنه. افتاد محور وای در نقطه 4 قطع میکنه. یعنی این شکل محور کمیت وضعیت است. خط مستقیم داریم این نقطه ما 4 است. خب وقتی این نقطه 4 باشه x چی است؟ 0. همین یک نقطه ما 0 است دیگه نقطه ما 4 است. خب گفتم معادله خط مستقیم که محور وای را در نقطه 4 قطع میکنه و با جهت مثبت محور x زاویه 45 درجه را میسازه و از زاویه را به ما داده. زاویه گفته الفاش مساوی است به 45 درجه و می زاویه را گفته همین زاویه را گفته این نقطه 4 است این نقطه 0 است 4 0 گفته این زاویه را که اینجا تشکیل میده گفته چند درجه است 45 درجه است. از پیش ما چی را خواسته 45 درجه می باشد و اگر تانجانت 45 ما و گفته تانجانت 45 درجه ما مساوی با یک باشه و گفته اگر تانجانت 45 ما اینجا نشتش میکنم تانجانت 45 ما مساوی با یک باشه. معادله خط مستقیم گفته دریافت کنید. معادله خط مستقیم گفته پیدا کنید. خب معادله خط مستقیم نشته میگیم وای مساوی است به ام اکس مثبت اچ مثبت اچ میم وای ما مساوی میشه وای ما مساوی میشه با ام ما مایل ما چی است؟ مایل ما در حقیقت گفتیم تانجانت زاویه است.
تانجانت چهل پاین. خب وقتی بگوییم تانجانت چهل پاین مساوی با میم تانجانت زاویه هر زاویه که باشه مساوی با مایل. خی تانجانت چهل پاین جمع چهل پاین مساوی با مایل. خی مایل ما مساوی میشه با چند؟ یک. مساوی با یک میشه. خب میان خی وای مساوی میشه گر. با جای مایل چی میمونه؟ خی مساوی یک ضرب در x. خب جمع h. h چی میمونه؟ ارتفاعش نشون میده. ارتفاع از چی؟ روی محور وای نشون میده که چقدر ارتفاع است. جمع 4 y مساوی میشه با x جمع 4. زمانی که ببینید ما میگم خیلی چطور میفهمم که این نقطه محور وای در نقطه 4 قطع میکنه؟ یعنی متصور به ما گفت گفته که چی گفته در سوال؟ خط مستقیم که محور وای را در نقطه 4 قطع میکنه. زمانی که گفته x شما گفتین 0 باشه y چند میشه؟ 4. y مساوی میشه با 4. سایلش میکنیم y مساوی میشه با 4. سر میگه x مگه 0 باشه؟ 0 جمع 4 مساوی 4. y مساوی با 4. در نقطه که x 0 است y 4 میشه. مایل سویشون یک است. این به سوال اول. سوال دوم چه کار میکنیم؟ خب ادامه اگر ببریم شد مثال دومش در معادله خط مستقیم جذر 3 و منفی x جذر 3 و منفی x مساوی میشه به جذر 2 جذر 3 مساوی میشه به 2 جذر 3. خب مساوی میشه به 2 جذر 3. گفته مایل و زاویه مایل مستقیم و تقاطع آن به محور y رو دریابید. گفته مایلش زاویه مایلش دیگه چی رو گفته دریافت کنیم؟ نقطه تقاطع با محور وای که در کدام نقطه محور وای قطع میگیره. معادله عمومی خط مستقیم چی است؟ وای مساوی به ام ایکس مثبت اش. این شکل برش میده. خب وقتی بخویم این شکل بده من اینجوری نشته میکنم این شکل وای مساوی است به ام ایکس مثبت اش. مثال دو. مثال دو ما معادله رو با وای حل میکنیم. میگیم جذر سه وای x او طرف انتقال میدهیم. میگم مساوی میشه به x x مثبت دو جذر سه. ما باید شکل چی است؟ وای است. باید ضریب نداشته باشه. ضریبش از من بره. میگم اطراف تقسیم جذر سه میکنم. جذر سه. میگم وای ما مساوی میشه به وای مساوی میشه جذر سه که جذر سه خلاص میشه وای مساوی میشه به اینجا یک است. میگم یک بار جذر سه یک بار جذر سه x مثبت دو جذر سه بر جذر سه. جذر سه با جذر سه خلاص میشه میمونه دو. وای مساوی میشه با یک بر جذر سه اکس مثبت دو. این شکل ما گرفت. شکل چی است؟ شکل معادله شکل استاندارد خطا. خب از ما چی رو خواسته؟ گفته یکی گفته چی رو بده؟ زاویه مایل. من زاویه مایل چی است؟ تانجانتش مساوی با یک بر جذر سه. ما یک ناطق بسازیم چی میشه؟ ناطقش بسازه میگیم یک بر جذر سه است. صورت مخرج ضرب جذر سه میکنیم. ضرب جذر سه میکنیم. جذر سه میکنیم. یک ضرب جذر سه ما چی میشه؟ جذر سه. میگم تانجانتش مساوی میشه با جذر سه بر جذر سه ضرب جذر سه ما میشه سه. جذر سه بر سه ما چی است؟ 60 در سی درجه است. تانجانت 30 درجه مساوی به جذر سه بر سه. شما میتونید که نسبت های مثلثاتی از جدول استفاده کنید. خب دیگه از پیش ما چی خواسته؟ و تقاطع آن با محور وای. در کدام نقطه محور وای قطع میکنه؟ در کدام نقطه یک بخویم هر جای وقت بخویم نقطه تقاطعش با محور وای دریافت کنیم x چه صفر وضع میکنیم. x صفر وضع کنیم نقطه تقاطع با محور وای دریافت میشه. وای صفر وضع کنیم نقطه تقاطع با محور x دریافت میشه. خب ما x صفر وضع میکنیم. میگیم x ای دوم شد ای اول است. میگیم دوم شد بخویم حل کنیم. دوم شد بخویم حل کنیم. میگیم وای مساوی میشه به بجای x صفر وضع میکنیم. یک بر جذر سه ضرب x جمع دو. میگیم وای ما مساوی میشه به بجای x صفر وضع میکنیم. صفر. میگیم یک جذر سه ضرب صفر ما صفر میشه. صفر جمع دوی ما دو. میگیم زمانه که x ما مساوی به صفر شد وای ما چند میشه؟ دو. میگیم خیلی نقطه صفر دو نقطه تقاطع با محور وای هست. خب نقطه تقاطع با محور وای است. خب دیگه به درس امروزی ما امید کردید چیزی را آموخته باشین. اگر کدام
قسمت تمرین ها رو کار میکنه، اگه کدوم مشکل برخوردیم با ما در قسمت کامنت شریکش بسازیم.